Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another English class with us, Learn and Enjoy. In today's episode, we're going to talk about the rest of perfect modals, which are could, may and might have plus past participle. سلام همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان انگلیسی از مجموع درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. درس امروز ادامه درس جلسه گذشته هست. میخوایم بقیه مودال ورب ها رو به شکل گذشته یا همون پرفکت مودال یا پست مودالز ببینیم و کاربرد اونها رو هم یاد بگیریم تا این پکیج پرفکت مودالمون کامل بشه. پس حتما تا پایین این درس با من همراه باشید. But before we start, subscribe our channel and hit the bell to get informed of our latest videos. So, let's get started. Past modals or perfect modals part 2. خب همونطور که در جلسه قبل هم دیدیم ما در مورد past modals یا perfect modals صحبت کردیم، گفتیم که modal verb ها رو داریم plus have plus past participle این شد ساختارشون. و اما حالا می‌خواستیم ببینیم که کاربرد هر کدوم چیه. سه تا از اینها رو در جلسه گذشته دیدیم و امروز بقیه‌شون. We use would have که در جلسه قبل would have گفتیم. Could have, may have, might have to speculate. To speculate about the past. That means, speculate means guessing if something is true using the available information. خب ما از ساختار could have, would have, may have, might have میتونیم استفاده کنیم برای speculate، یعنی اینکه حد زدن در مورد اینکه آیا چیزی درست هست یا نه با استفاده از شواهد یا اطلاعات موجود. The first one is could have. Could have plus past participle means that something, STH که یادتون هست دیگه مخفف something بود. Something was possible in the past or you had the ability to do it in the past but you didn't. خب could به معنی توانستن بود دیگه، can could past tenseشه. حالا could have و past participle یعنی چی؟ یعنی اینکه یک چیزی ممکن بود که اتفاق بیفته، امکان انجامش یا امکان اتفاق افتادنش وجود داشته، یا اینکه شما توانایی انجامش رو داشتین اما اون کار رو انجام ندادین به هر علتی. Example: I could have stayed up late. I could have stayed up late, but I decided to go to bed early. یعنی میتونستم تا دیر وقت بیدار بمونم ولی تصمیم گرفتم زود برم بخوابم. تواناییشو داشتم، امکانشو داشتم اما تصمیم این بود که اون کار انجام ندم. Second example: They could have won the race but they didn't try hard enough. They could have won the race but they didn't try hard enough. First of all, won is past tense of win, past participle and past tense of win. But it is pronounced one, like number one. حواستون باشه اینو won نمیخونین. Win به معنی بردن، برنده شدن. Past tense, past participleش هر دوتا هست. One مثل عدد one میخونیم، دقت کنیم. خب میگه که اونا میتونستن تو مسابقه برنده بشن، میتونستن مسابقه رو ببرن اما به اندازه کافی تلاش نکردن، سخت تلاش نکردن. یعنی اینکه چیز غیر ممکنی نبود، اگه یکم تلاش میکردن احتمال اینکه ببرن هم وجود داشته. پس این احتمال یا امکان یا توانایی رو نشون میده که بوده اما حالا به هر دلیلی انجام نشده. دو، من اینجا یک و دو گذاشتم. این یه جورایی میشه کاربرد اول could have. کاربرد دومش که حالا نزدیک و شبیه هست. We use couldn't have in negative form. Couldn't have plus past participle showed that something was impossible to happen or to be done in the past, even if you wanted to. خب پس اگر شکل منفی could have یعنی couldn't have و past participle به کار ببریم، یعنی یه چیزی اصلا ممکن نبوده تحت هیچ شرایطی اتفاق بیفته، حتی اگر میخواستید نمیشده، امکانش نبوده. Examples: I couldn't have arrived any earlier. There was a terrible traffic jam. یعنی من به هیچ وجه اصلا نمیتونستم زودتر برسم. It was impossible. Why? Because there was a terrible traffic jam. چون ترافیک خیلی شدیدی بود، خیلی بدی بود. پس یعنی اصلا امکان و احتمالش وجود نداشت. He couldn't have passed the exam even if he had studied harder. It was a really, really difficult exam. خب
یعنی اینکه اون نمیتونست امتحانو قبول بشه، نمیتونست تو امتحان قبول بشه، حتی اگه ایونیف خودش گفته حتی اگه بیشترم درس میخوند، سختتر درس میخوند، هم نمیتونست امتحانو قبول شه. چرا؟ Because it was a really really difficult exam. چون امتحان خیلی خیلی سختی بود. پس اصلا در couldn't have این امکان، این possibility وجود نداره. تخته رو پاک کنم، بریم با هم سومین کاربرد could have رو ببینیم و بعدم may و might have. The third function or usage of could have plus past participle. We can use could have when we are guessing different possibility of something. سومین کاربردی که could have plus past participle میتونه داشته باشه اینه که میخوایم حالا احتمالات مختلف یه چیزو بررسی کنیم. مثلا دیدین یه سوالی ازتون میشه، میگیم ممکنه اینجوری شده باشه یا اینجوری شده باشه یا اینجوری شده باشه. تو این حالت از could have استفاده میکنیم. مثال: Why is John late? He could have got stuck in traffic. Or he could have forgotten that we were meeting today. Or he could have overslept. یعنی اینکه ممکنه، میتونه که تو ترافیک گیر کرده باشه، یا میتونه که یادش رفته باشه. این میتونه در واقع ممکنه، باید بگیم دیگه، ممکنه که یادش رفته باشه که با هم امروز میتینگ داشتیم، جلسه داشتیم، یا اینکه ممکنه که خواب مونده باشه. پس داریم جنبه ها، احتمالات، پاسیبیلیتی های مختلف یک چیزی رو بررسی میکنیم. تو این حالت هم میتونیم از could have استفاده کنیم. Next models are may or might. As you know, may or might have the same meaning. So in this context, in as perfect models or past models, we can also use may or might interchangeably. Plus have plus past participle. They are used when we think it's possible that something happened. In we think مهمه. Must have رو میگفتیم when we feel sure، اگه یادتون باشه در درس گذشته. Must have رو وقتی به کار بردیم که میتونستیم مطمئن بودیم با توجه به شواهد و اطلاعاتی که داشتیم، مطمئن بودیم که چیزی باید این اتفاق افتاده باشه. اما may و might همونطور که از اسمش معنیش پیداست احتمال داره، پس ما فکر میکنیم که ممکنه یه اتفاقی افتاده باشه. For example, I think I might have left the air conditioning on. Please, can you check? دیدین از خونه میریم بیرون یهو یادم میفته ای وای، ممکنه که این کار کرده باشم، ممکنه شیر گازو نبسته باشم، ممکنه در باز مونده باشه. ها، اینم هم همینه، میگه فکر کنم که ممکنه ایر کاندیشنینگ رو روشن گذاشته باشم. حالا زنگ زده مثلا به یکی گفته چک کنه. Please, can you check? میشه لطفاً چک کنید، کنترل کنید. Or next example. Police think the suspect may have left the country using a fake passport. خب میگه که پلیس فکر میکنه که اون مظنون ممکنه کشور رو با یه پاسپورت فیک ترک کرده باشه. مطمئن نیست. They think that it's possible. خب پس اینجا هم از might have استفاده کردیم و may have plus past participle. There is a little bit, a slight difference between may and might. May have is more formal than might have. پس may have یه کمی رسمی تر از might have هست. And in this context, could have is also possible, but less common. در این باف، در اینجور جمله ها میتونیم از could have هم استفاده کنیم. یعنی بگیم I think I could have left. و اینجا این could have معنی همون احتمال داره، ممکنه رو میده. اما این It is less common. خیلی رایج نیست. از همون may و might میتونید استفاده کنید. ولی اگر احیانا could have هم دیدید تو همچین جمله هایی، تقریبا معنیش یکیه و غیر ممکن نیست. میتونیم از could have هم استفاده کنیم. خب این هم از درس امروز. و اما ما در ابتدای این یونیت یه متنی داریم که با هم گوش میکنیم. من اینو گذاشتم پایان دوتا درس براتون پخش کنم، چون توی این متن انواع پرفکت مدل ها رو به کار برده بود. یه کسی داره توضیح میده، صحبت میکنه با دوستاش در مورد یه چیزی و توی این صحبت و چیزایی که میگه از پرفکت مدل ها هم استفاده میکنه. این رو هم با هم در آخر درس ببینیم و درس رو به پایان ببریم. خب بریم با هم این بخش رو گوش کنیم.
1. Getting started. B. Listen to Amelia tell her friends about a phone call she got last night. What made Amelia lose her temper? How did she behave toward the caller? Last night, this guy called, trying to sell me something. Normally, I would have been more polite. You know, I would have just said no and then hung up. But he was the fourth caller in 3 hours, and it was after 10 o'clock. So I just lost it. I yelled at him for several minutes, and I finally hung up on him. At that point, I couldn't have done much else. I don't think, because I was too mad. I know I shouldn't have lost my temper. He was just doing his job. But, I mean, what would you have done? Would you have gotten mad? I suppose I could have apologized. Or I could have asked him to put me on their do not call list. Actually, that's what I should have done. I'll do that next time. خب این هم از خانم امیلیا. ببینیم چی میگه. Last night, this guy called. خب دیشب یه یاروی زنگ زد. Trying to sell me something. و سعی داشت یه چیزی به من بفروشه. Normally, I would have been more polite. معمولاً من خیلی مؤدب‌تر از این هستم. I would have been. مؤدب‌تر می بودم. ولی نبوده. Speculate. داره در واقع فرضیه میده که معمولاً من مؤدب‌تر از این می بودم. You know, I would have just said no and then hung up. I would have said. من فقط میگفتم نه و گوشیو میذاشتم. But he was the fourth caller in 3 hours. ولی اون چهارمین نفری بود که تو 3 ساعت زنگ زده بود. And it was after 10. و ساعتم از 10 گذشته بود. بعد از 10 بود. So I just lost it. I lost it means I lost my temper. بنابراین یهو عصبانی شدم. I lost it. I yelled at him for several minutes. چندین دقیقه سرش فریاد میکشیدم. داد میزدم. At that point, I couldn't have done much else. در اون نقطه، تو اون حالت، نمیتونستم بیشتر از این کاری انجام بدم. It was impossible. Couldn't have done. اینجا به معنی اینکه it was not possible to behave well or do something else. I don't think. فکر نمیکنم. Because I was too mad. به خاطر اینکه خیلی عصبانی بودم. I know I shouldn't have lost my temper. This is regret. اینجا داره تأسف میخوره. میگه میدونم نباید عصبانی میشدم. نباید از کوره در میرفتم. I shouldn't have lost my temper. He was just doing his job. اون فقط داشت کارش انجام میداد. But I mean, what would you have done? ولی خب منظورم اینه که شما بودین چی کار میکردین. What would you have done? Would you have gotten mad? شما عصبانی می شدین؟ I suppose I could have apologized. اینجا I suppose یه جوره معنی I wish. یعنی این که ای کاش می تونستم معذرت بخوام. ای کاش ممکن بود. But it's not possible. Or I could have asked him to put me on their do not call list. یا یعنی که می تونستم ازش بخوام که منو توی لیست تماس نگیر یا تلفن نزن قرار بده. Actually, that's what I should have done. در واقع اون کاری که من باید انجام میدادم. بازم اینجا داره regret، تأسفش نشون میده. من خودم بعد اصلا این کارو میکردم. الان ناراحتم که چرا خودم از قبل این کارو نکردم. I'll do it next time. دفعه بعد همین کارو میکنم. خب این هم از صحبت‌های امیلیا با استفاده از perfect modal ها. امیدوارم که از درس امروز لذت برده باشی. خب دوستان عزیزم، درس Perfect Modals هم به پایان رسید. امیدوارم که از این دو درس استفاده لازم کرده باشید و تفاوت این Perfect Modal ها یا Past Modal ها را کاملا متوجه شده باشید و بتونید به درستی از اونها در صحبت ها مکالمات روزمرتون استفاده کنید. یادتون نره در پایان درس هم تمرین داریم، حتما تمرین ها رو حل کنید و پاسخ اونها رو میتونید در جلسه آینده مشاهده کنید. لطفا ما رو در شبکه های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید و کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های انرژی بخش شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.